برای سلامتی جناب سالار صلوات بلند بفرستید. اللهم صل علی محمد. خیلی متشکر، خیلی ممنون. خب چه خبر مشکوزه؟ آقا جاتون خیلی خالی بود، خدا رو شکر که برگشت. خیلی ممنون. سلام. سلام. خیلی خوش اومدی. سلام علیکم، هوا شما. خیلی ممنون. بفرمایید. خیلی متشکر. بفرمایید خواهش میکنم. الهی به امید تو. بفرمایید. خوش آمدید. امانت تحویل صاحبش. همه سراغتون رو میگرفتن. اگه همه چی هم طبق روال باشه، بازم این جماعت فقط با دیدن جناب سالار خوشحال میشن. تعارف کردن اصلاً بد نمیاد. تعارف نیست. یکی دو روز که اینجا بشینید و دوباره جا بیفتید، میبینید که همه چیز بدون عیب و نقص مثل ساعت داره کار میکنه. اگه از زمان بودن شما پول بیشتری تو جیب بانک نرفته باشه، کمترم نرفته. من فقط میخواستم حرفایی رو که یه روز بهتون میگفتم عملی بهتون نشون بدم. از هر جاش هم که خوشتون نیومد، میتونید با یه اشاره برش گردونید سر جای اولش. فقط یه خواهش دارم، لطفاً قبلش فکر کنید. خب؟ شاید به این نتیجه برسید که یه نفری هم پیدا میشه که بعضی از کارها رو بهتر از شما انجام بده. من هیچ وقت کاری نکردم که مغرور به نظر بیام. با این حرفات دارم نگران میشم. جناب سالار، چه زمانی که پشت در این اتاق بودم، چه زمانی که جای شما اینجا نشسته بودم، هر کسی میومد تو میگفت سالار از هیچی نمیترسه. توقع ندارید که الان باور بکنم شما نگران چیزی هم هستی. آقا، گاهی اعتماد بکنید به مرد. این یه تهدیده؟ اصلا بهتون نمیاد. اینو یه کسی واسم فرستاده. گفتم شاید تو بدونی کی. زمونه دیگه زمونه خشونت نیست سالار. اوضاع عوض شده. واسه اینکه کارا راحت تر را بیفته، این روزا فقط یه کارت هدیه میدم. ببخشید آقا، با من عبیر داشتیم؟ سهولتی رو پیداش کن، بگو کارش دارم. زود بیاد اتاق من. آقای سهولتی بعد از جر و بحثشون با آقای پوردلجو هنوز نیومدن.
جر و بس؟ بهش زنگ بزن بگو من برگشتم. بکتاش و واحدیرم خبر کن بگو جلسه فوری داریم. چشم. ولی آقای بکتاش دیشب با همه خداحافظی کردن. واحدی هم دو سه روز پیش رفت. من فکر کردم آقای پوردلجو گفتن بهتون. این گلدونای من کجا؟ گلدونا رو گذاشتیم راهروی پشتی. آقای پوردلجو گفتن اینجا مثل جنگل شده. ما هم برشون داشتیم. برشون گردم. چشم. درزم. خوب فکر کن ببین در نبود من دیگه چی تغییر کرده که دونه دونه غافلگیر نشم. چشم. با اجازتون. خانم پوردلجو، شمایی؟ سلام. سلام. از این طرف ها؟ راستش داشتم از این طرف ها رد می شدم. یکم مسیرم رو کچ کردم که از اینجام رد شم. آخه اون روز... دروغ گفتم. راستش، از اون روز که اومدیم خونه شما، یه حال غریبی دارم. یه چیزی منو یاد بچگیم انداخته. یاد خونه مادر بزرگم توی چهارراه سیروس. از صبح دارم توی اون محله را میرم. عین دیوونه ها. اما نتونستم خونه مادر بزرگم رو پیدا کنم. بعدش اومدم اینجا. پیداشم نمی‌کنی. همه این شهر رو کوبیدم برج ساختن جاش. اینجام یادگار پدرمه. من و حسین تصمیم گرفتیم همون جوری که بابا زنده بود نگهش داریم. انقدر اومدن اینجا رو بخرن که بکوبن شبیه یکی از این برجایی که تو شهر درست کردن بکنن. ولی خوب کاری کردی اومدی. بیا با هم بریم یه شربت بخوریم. بعد کلی گپ بزن. از اون سکنجبینای خوشمزه؟ خب معلومه. بیا. نه ممنون. مزاحم نمیشم. باید برم. این چه حرفیه؟ اون دفعه که فرصت نشد با هم حرف بزنیم. اصلا تو قرار بود بیای دفتر من راجع به خودت حرف بزنی. بیا بریم. آخه بیا. فکر میکنم همون قراریه که اون دفعه با هم داشتیم دیگه. بفرمایید. سلام. سلام. امیرعلی رو ندیدین؟ نه انگار نیومده. چیزی شده؟ نه همینجوری. هممون مثل همیم آقای سمی. اوائل که میایم به یکی دوتشون وابسته میشیم. بعدش اذیت میشید. حواسم هست. ممنون از تذکرتون. هنوزم عکس روی کاغذ یه چیز دیگه است. لیلا برداشته همش رو دیجیتالی کرده. من که این عکسای رنگ رو رفته اون کاغذای قدیمی رو بیشتر دوست دارم. آدمو میبره به اون روزا. شما زن خوشبختی هستین. بهتون حسودی میکنم. منم روزای سخت زیاد داشتم. خیلی سخت. اما الان خوبیم. راضیم. اینجور وقتا معمولا میگن شما چی؟ اینجور وقتا اگه لازم بدونن و به دلشون باشه خودشون تعریف میکنن.
من زندگیم کاملا یه جور دیگه است. کم خوابی دارم. قرص ضد افسردگی میخورم و از این جور چیزا دیگه. میفهمید که تو کار نمیکنی؟ نه. اتفاقا اون روزا که سر کار میرفتم حالم بهتر بود. تکنسیان کامپیوترم. افسردگی نفسمو گرفت. کارمو ول کردم و رفتم تحت درمان. شاید دکتری تو بشناسم. ایران نیست. از پارسال که رفت انگلیس دیگه پیش یادم ثابت نرفتم. فقط گاهی میرم که قرصامو تمدید کنن. تو چرا شکل زندگی تو عوض نمی کنی؟ دیگه دیره. یه جایی رو اشتباه پیچیدم و تا آخرش اومدم. نه، همیشه میشه برگشت. چجوری؟ مثل شما زندگی کنم؟ نه، معلومه که نه. مثل خودت زندگی کن، اونجوری که دلت میخواد. بذار چند تا راز کوچولو برات بگم. از چیزای ساده شروع کن. از شبا زود خوابیدن، صبح زود بلند شدن، نون تازه. به گلدونای تو خونه برس. بعد از یه مدتی گلا باهات حرف میزنن. با مردم معاشرت کن. اینجوری یواش یواش از درون تغییر میکنی. شما بچه‌م دارین؟ آره، یه پسر نوجوان. عزیزم، خدا حفظش کنه. معتاده. کراک میکشه. آره، این مجازات منه. تقاص گناه حامل آمد. میتونه آزمایشتون باشه. تو باید بهش کمک کنی. کمک کنی برگرده به زندگی. پدرش بیرونش کرده. خونه دوستاش زندگی میکنه. خیلی وقته که اصلا ازش خبر ندارم. میخوای کمکت کنم؟ شما خیلی مهربونید. خیلی. جدی میگم. ما با هم میتونیم مشکل رو حل کنیم. لازم نیست به شوهرامونم بگیم. این یه راز بین من و تو. یه حرف زنونه. بخشید. سلام.
نازنین. ببخشید. من خواهش میکنم. میخوای اونجا رو ببینی؟ بیا بریم. بیا. اینجا یادگاری های پدر و مادرم رو میذارم. هرچند این خونه همش یادگاری اوناست. بیا تو، تعارف نکن، بیا. در واقع کل این خونه یادگار پدر مادرمه. سعید جان، یه کاری برای من میکنی؟ چه کنم؟ میخوام زنگ آخر جایی من بری سر کلاس، یکی دوتا کار دارم. مشکلی نیست، برو، فقط قبل از رفتنت به خانم سالارم بگو. نیومده. نیومده؟ عجیبه، معمولا این موقع اینجا بود، اگرم میخواست نیاد یه خبری میداد. آره، حالا خودت زحمتشو میکشی؟ آره، برو. پس من میرم لباسم عوض کنم. تو چته؟ هیچی. این هیچی که تو گفتی یه مثنوی پشتش خوابیده. چی شده؟ امشب عروسی قدیمی ترین رفیقم. خب اون وقت تو ناراحتی؟ نه، برای اون که خوشحالم، خیلی هم خوشحالم. حالم از خودم گرفته است. ما همه ی اتفاقات مهم زندگیمون با هم بود. مدرسه رفتنمون، قبولی دانشگاهمون، سربازیمون، حتی عاشق شدنمون هم با هم بود. ولی تو این آخری اون از من جلو زد. حالا من موندم اندر خمه یک کوچه. پس عاشقی؟ خب از اول اینو بگو. خودش نمیدونه. جرأتشو ندارم باهاش حرف بزنم. نه با خودش، نه با خانوادش. سعید جان، تو که آخر خطو دیدی، میخوای باهاش ازدواج کنی. پس چیه دیگه؟ برو روک کراس راحت حرفتو بهش بزن. گفتنش به حرف ساده است. من تا الان 10 دفعه انرژیمو جمع کردم برم باهاش صحبت کنم. نمیدونم چجوریه. اصلا میبینمش انگار لال میشم. نمیتونم حرف بزنم. حالا این شازده خانم تهران زندگی میکنه؟ سعید، آشناست؟ ول کن. الان من برای تو گفتم. تو اصل قضیه که فرقی نکرد. خب شاید تونستم کمکت کنم. کمکی از دست کسی ساخته نیست. دلجو، یه خانم اومده میخواد شما رو ببینه. فکر کنم بهتون گفتم امروز سرم شلوغه، نمیخوام کسی رو ببینم. این خانم جوان کار مهمی باهاتون داره، گفت اگه اسمشم بیارم حتما بهش وقت ملاقات میدی. دوره برای من کسی همچین اعتماد به نفسی نداره. این چه اسمیه که میتونه هر دری رو وا کنه؟ سالار. پس راست میگفت. من سناریس. بگو بیا تو. خیلی
سلام آقای پوردلجو. سلام خانم، خوش آمدید. بفرمایید. خیلی ممنون. ببخشید من اینجور بدون وقت اومدم مزاحمتون شدم. راستش من پدرم هم نمیدونه اومدم اینجا. خیلی جرأت به خرج دادین. آره میدونم. ولی ایشون حالشون خوب نبود، نمیخواستم نگرانشون کنم. اگه میخواین بیشتر نگران نشید، یه کاری بکنید بازنشسته شه. سن و سالی ازش گذشته. سنی ندارن. من نیومدم اینجا راجع به بازنشستگی پدرم صحبت کنم. ایشون خودشون تشخیص میدن. خیلی وقتا آدم ها توی تشخیصاشون دچار اشتباه میشن. ایشون کم دچار اشتباه میشن. ببخشید. من حواسم نبود که اعتماد به نفس و خانواده سالار ارثیه. خانم این روزا خود جناب سالارم با اعتماد به نفس کمتری صحبت میکنه. درسته؟ خوبه. خودتون رفتم سر اصل مطلب. به نظرم جای درستی اومدم. اومدم اینو از خودتون بپرسم. اشتیاقم واسه دونستن منظورتون از اومدن به اینجا هی داره بیشتر میشه. من چی گفتم که شما فکر کردید واسه پیدا کردن جوابتون جای درستی اومدی؟ همین که میدونید پدرم چرا داره اطمینانش به همه چی کمتر میشه. من فقط یه سوال از شما دارم. خیلی هم وقت شما رو نمیگیرم، از حضورتون مرخص میشم. شما آقای به نام جاسم میشناسید درسته؟ جاسم؟ بله. یه قیافه خاصی دارن. بعید میدونم قیافش واسه غریبه هم زود فراموش بشه. رد یه زخمم رو صورتشونه. اون روز مراسم پدرم من بودن. چه مشخصات دقیقی؟ نمیشناسم. من بنا به دلایلی باید این آقا رو خیلی فوری ببینم. از نظر من اشکالی نداره، خیلی فوری برید ببینیدش. بفرمایید. آقای پوردلجو، من که شما رو نمیشناسم. اون روز که زحمت کشیدین برای ملاقات پدرم اومدین، من شما رو دیدم. به نظرم رسید اون روز مراسم داشتین با اون آقا خوشوبش میکردین. کی؟ آقای جاسم. توی مراسم هزار جور آدم غریبه میان و میرن. من از کجا بدونم طرف کیه؟ ولی به نظرم شما میشناسینشون. اون روز که پدرم حالش بد شد شنیدم سکته رو رد کردن، نه؟ همون روز من دم در منتظر اورژانس بودم. اون آقا که بعدا فهمدم اسمش جاسمه، اومد رفت سراغ یه مردی که توی ماشین مدل بالایی مشکی نشسته بود. یه سر تکون داد رد شد. من دیروز خیلی اتفاقی آقای جاسم رو دیدم. یادم افتاد که شما اون روز اومدین خونه ما با همون ماشین بودین. یعنی تو تمام این مملکت فقط یه ماشین مدل بالای مشکی هست که منم رانندشم. من نمیفهمم دقیقاً منظور شما چیه. خانم من اینجا درگیرم، هزار جور کار دارم. تو همچین مراسمی از سر ادب، هر کسی سلام بکنه آدم میگه علیک سلام. این بنده خدا حتما به من سلام کرده، جوابشو دادم دیگه. همین. یعنی شما اون آقا رو نمیشناسید؟ نه دیگه. داره لحن شما از حالت دوستانه عوض میشه، میره به سمت بازجویی. ببینم نکنه حکم بازجویی چیزی دارید من ندیدم. خانم سالار، یه جمله میگم خیالتون راحت میکنم. من آدمی به اسم جاسم نمیشناسم. مطمئنم نمیشناسم. میتونید من راه نمایی کنید من این آقا رو چجوری میتونم ببینم؟ خانم اون تو مهمونی بابای شما بوده، اون وقت من شما رو راه نمایی کنم؟ ببخشید من خیلی مزاحم شما شدم. خانم مارپل، بازجویی تموم شد دیگه. من فقط یه سوال ساده از شما پرسیدم. این ملاقات بین من و شما هم دیگه سالار؟ نه نه نه، دلیل برای پنهون کاری وجود نداره. من فکر کردم جناب سالار از اینکه دخترش تو رابطه‌های کاریش دخالت کنه بدش میاد. مثل اینکه از این به بعد قرار دخترش چرخ زندگیشو بچرخونه. نه؟ خداحافظ.
خداحافظ خانم سالار. به تو نگاه کن، آماده باش. توپو نگاه کن حاضری. این نیست. یه بار دیگه، یه بار دیگه بنداز. یه بار دیگه. این پای منو ببین. نگاه کن. امیرعلی توپو ببین، نشی بد بگیر، بگیر بد بشی. وقتی توپو بلند میاد، بلند، خب تو باید بپری بگیری. بیا جلو امیرعلی، بالای سرت بگیرش. یاد میگیری، داری یاد میگیری. سلام. سلام جواد. آقا یه نفر از اداره آگاهی اومده با شما کار داره. سلام. سلام علیکم. گفتن زود برمیگردید، منتظرتون شدم تا بیه. سرگرد مسلح هستم، اداره آگاهی. در خدمتم. میتونیم خصوصی حرف بزنیم؟ بله بله، بفرمید، بفرمید. بفرمید، خواهش میکنم. ممنونم. خیلی خوش اومدید. زیاد مزاحم وقتتون نمیشه. نه نه نه، خواهش میکنم. حقیقتش من تو زندگیم با یه افسر آگاهی هیچ وقت سر و کاری نداشتم. بله، حق با شماست. حسین سالار، معتمد بزرگ بازار، مدیر عامل همچین بانک بزرگی. راستش من جز خوبی از شما چیزی نشنیدم. شما در مورد من تحقیق کردی. بفرمایید. سوء تفاهم نشه آقای سالار. ما داریم درباره مردی تحقیق میکنیم که این روزا چند بار دور و بر خانواده شما دیده شده. این مرد رو میشناسید؟ آره، تو مراسم مدرسه دیدمش. اصرار داشت منو میشناسه. فکر کنم وقت ملاقات میخواست. به نظر آدم ناراحتی میومد. از شما باج میخواست؟ نه، ابدا. فقط ابراز آشنایی میکرد، در حالی که من تا حالا اصلا ندیده بودمش. میتونم بپرسم این آدم کیه؟ جاسم سربندی، یکی از قاچاقچی‌های بزرگ جنوب کشور. عجیبه برام آقای سالار، این آدم با شما چرا آشناست؟ لابد منو با کسی دیگه اشتباه گرفته. نه ابدا، پروندهش خیلی سنگینه. سالای اول خدمتم با خلافای این مرد دوستاش آشنا شدم، تا همین الانش هم از دستم سر خورده. مطمئن بودم شما میتونید کمکم کنید. ببخشید، شما قبلا جنوب بودین؟ بله، یادم اومد، بودین. یه فقره جانبازی جنگم تو پروندهتون ثبته. خودتون بهتر میدونید که تو اون روزا وقتی مردم خوزستان، ایلام، کرمانشاه زندگیشون نابود شد، یه دم بردن و خوردن. من شدم متکلم وحده. آقای سالار،
مطمئنید راجب این مرد چیزی وجود نداره که بخواید من بگین؟ فکر کنم با این کارا میخواد یک قرون 2000 ما رو تلکه کنه. نه من مطمئنم جاسم آدمی نیست که به خاطر یک قرون 2000 بخواد کاری رو شروع بکنه. به هر حال من خودم از پسش برمیام. خیلی ممنونم از توجه شما. دست کم گرفتن این آدم اشتباه بزرگیه. یه بار من دست کم گرفتمش، خل درجه شدم و خانواده‌ام از هم پاشیده شد. به هر حال مواظب باشید. این کارت منه. اگه مزاحمتون شد بلافاصله به من زنگ بزنید. ممنون میشم. فعلا. خواهش می‌کنم. میدونید آقای سالار، از همون روزی که عکستون رو دیدم یه چیزی مدام توی سرم میچرخه، انگار که جایی دیده باشمتون. مثلا سالای جنگ. شما میتونید کمکم کنید کجا؟ ببخشید من اصلا حافظه خوبی ندارم، از گذشته هم یه چیزایی خیلی کمرنگ یادم میاد. متاسفم نمیتونم کمکتون کنم. روز خوش آقای سالار. خیلی پیش.